به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، فارسی زبانان سرتاسر این کره خاکی. با یکی دیگه از برنامه کلید واژه در خدمت شما هستیم. با توجه به سالگرد عملیات طوفان و لخسا که امروز دقیقا در سالگردش هستیم، در 7 اکتبر و 16 مهر که اون عملیات اتفاق افتاد و جنگ غزه از فردای اون روز آغاز شد، تصمیم داریم در رابطه با آخرین تحولات منطقه گفتگویی داشته باشیم و بر چند محور گفتگوی ما امروز شکل خواهد گرفت. یک، حمله موشکی ایران به اسرائیل. دوم، خطبه های رهبر ایران آیت الله خامنه ای در نماز جمعه. و سوم، اون مسائلی که در رسانه ها مطرح میشه که مبنی بر این که اسرائیل قصد داره پاسخ بده به ایران، در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد. و در صورت پاسخ دادن اسرائیل یا حمله نظامی به ایران، ایران چه پاسخی خواهد داد؟ در رابطه با این سه محور امروز صحبت خواهیم کرد. از این جهت امروز دو مهمان داریم. جناب آقای پیمان عارف، روزنامه نگار، با ما هستند از سرزمین مادری، و همچنین مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از فریبورگ سوئیس با ما هستند. من خوش آمد میگم به هر دوی شما. ابتدا اجازه میخوام که با آقای عارف این برنامه رو آغاز کنیم و اول این پرسشم رو مطرح کنم. جناب آقای عارف، ما خب حمله موشکی داشتیم از سوی ایران به سمت اسرائیل تحت عنوان وعده صادق 2. ارزیابی شما چیه از این حمله، با توجه به اینکه خب حالا اسرائیل اعتراف کرده خب این حمله خسارتی وارد کرده به پایگاه نظامی اسرائیل و حتی به مقر موساد، و خب ما در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور چیز دیگه‌ای داریم می‌شنویم. دوست دارم ابتدا ارزیابی شما رو از این حمله بشنوم. خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب خدمت شما و آقای شکوری و بینندگان محترم برنامه شما. ببینید آقای فرخنده، برخلاف تصوری که در واقع در رسانه‌های فارسی رسانه‌های جریان اصلی عمدتاً وجود داره که عملیاتی تحت تاثیر پروپاگاندای اسرائیل، که عملیات موفقی هست که در واقع خسارت انسانی به جا بذاره، آدم‌ها درش کشته بشن، زنان و کودکان درش کشته بشن، همون کاری که رژیم اسرائیل در طول یک سال اخیر انجام داده که بیش از 40,000 یا 41,000 فلسطینی رو، بخش عمده ای از اونها زنان و کودکان، به قتل رسونده. واقعا امر این است که عملیات موفق عملیاتی است که به قید نظامیان آسیب نزنه، و در مورد عملیات ایران هم وعده صادق 2 در روز اول اکتبر هم شاهد هستیم که عملیاتی است که پایگاه مادر F-35 ها، یعنی پایگاه نواتیم حمله میکنه. پایگاه نواتیم رو با تمام F-35 هایی که داخلش هست هدف قرار میده. گفته میشه که تعداد قابل توجهی از F-35 ها آسیب دیدن. اینها F-35 هایی هستن که به بیروت حمله میکنن. سید حسن نصرالله رو با بمباران توسط بمب‌های سنگرشکن به قتل میرسونن. بمب‌های آمریکایی در واقع. بمب‌های آمریکایی 1 تنی یا تا 2 تنی حتی گفته شده، بمب‌هایی که در چند ماه اخیر در اختیار اسرائیل قرار داده شده. با وجود حمله به نواتیم هیچ غیر نظامی کشته نمیشه. تصاویری که توسط دوربین‌های غیر حرفه‌ای تهیه شده حاکی از این هست که موشک‌های ایران، موشک‌های سوپرسونیک سوخت جامد نقطه زن ایران، از روی بیت المقدس عبور میکنند، از روی شهرها عبور میکنند، از روی کرانه باختری عبور میکنند و به اهداف خودشون اصابت میکنند. بنابراین برخلاف به عنوان مثال توییتی که آقای مئیر جاودانفر میزنه، در واقع کارشناس فارسی زبان اسرائیلی، و به سخره میگیره که هیچ تلفات نداشته، این به نظرم از ذهنیت
نتانیاهو زده‌ای نشأت میگیره که در یک سال اخیر متاسفانه به قول دکتر علی شریعتی هر کس این در واقع بیماری هست که هر کس از آن در واقع سالم مانده باشد بیمار به نماید. انقدر رسانه های جریان اصلی، رسانه های فارس زبان جریان اصلی به طور مشخص تلویزیون در واقع اینترنشنال سابقا وابسته به سعودی و در حال حاضر وابسته به اسرائیل، این ذهنیت رو پمپاژ کرده که باید آدم ها کشته بشند. آقای جابزنپر میاد به سخره میگیره که خب کسی کشته نشد. قطعا نبایستی کسی کشته بشد. ایران به دنبال آدم کشی نیست. ایران برخلاف نتانیاهو و رژیم نجات پرست و آپارتاید اسرائیل به دنبال کوچ اجباری، به دنبال جنایت جنگی مرتکب شدن، جنایت علیه بشریت مرتکب شدن، کوچ اجباری دادن، آدم کشتن، اهداف غیر نظامی رو هدف قرار دادن نیست. ولی به هر حال نواتیم اولا در وعده صادق یک در 13 آوریل اسطوره حمله ناپذیری اسرائیل شکست. بعد از 1973 جنگ رمضان کسی با اسرائیل وارد جنگ نشده بود، کسی به خاک اسرائیل حمله نکرد. در جنگ رمضان هم البته به خاک اسرائیل حمله نشد. در واقع در جنگ رمضان اتفاقی افتاد این بود که اراضی که اسرائیل در جنگ شش روزه اشغال کرده بود رو در جنگ رمضان عرب تلاش کردن که پس بگیرن، خب نشد و نهایتاً در کمپ دیوید بود که صحرای سینا پس گرفته شد. در 13 اکتبر ایران اولین بار به خاک اسرائیل، از خاک خودش به خاک اسرائیل حمله کرد. در 13 آوریل در اول اکتبر برای بار دوم با دقت بالاتر، با سرعت بالاتر تکرار شد. باز من فکر میکنم که یک قدم مؤثری بود در راه بازدارندگی ایران که به نظر میرسید مخدوش شده. یعنی اتفاقات رو اگر مرور بکنیم، اول آوریل این اسرائیل هست که به مکان دیپلماتیک ایران در دمشق حمله میکنه، دیپلمات‌های ایرانی رو به شهادت میرسونه، ایران 13 اکتبر جواب میده. در ادامه باز اسرائیل هست که به پایگاه هوایی اصفهان حمله میکنه، به سیستم پدافند تسلیحاتی نطنز حمله میکنه. مهمان در واقع دیپلماتیک ایران، مهمان مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران اسماعیل هنیه رو در تهران ترور میکنه، به حاکمیت ملی ایران دهنکجی جدی صورت میگیره و به هر حال در نهایت ایران واکنش نشون میده. من فکر میکنم وضعیت به شکلی است که اگر اسرائیل این دومینو رو بخواد ادامه بده، ایران مجبور هست که در سطح بالاتری واکنش نشون بده. این چیزی است که آمریکایی ها نمیخوان. آمریکایی ها به دنبال در آستانه انتخابات، دو ماه دیگه در آمریکا انتخابات هست، به دنبال افزایش قیمت انرژی، به دنبال هیچ بحرانی در خاورمیانه یا هر جای دیگری از جهان که باعث بشه قیمت انرژی افزایش پیدا بکنه. در پمپ بنزین شهروندان آمریکایی بنزین رو گالونی می‌دونید، در آمریکا گالونی هر 4 لیتری هست، در واقع با قیمت بیشتری به ماشین‌هاشون بزنند نیستن. و شنیده هم حاکی از این هست که آمریکا داره تلاش میکنه اسرائیل رو منصرف بکنه از اینکه واکنشی نشون بده که ایران مجبورش در سطح بالاتری در واقع اقدام متقابل انجام بده. حتما به اونجا هم خواهیم رسید که صحبت از حمله اسرائیل به ایران و پاسخ احتمالی ایران به اسرائیل چه خواهد بود، به حتما روی این قضیه بحث خواهیم کرد. اما قبل از اون من خواستم نظر آقای شکوری هم در این رابطه بدونم، در رابطه با حمله موشکی ایران به اسرائیل. و خب ما فکر می‌کنم قبل از این حمله، ما فکر می‌کنم یک یا دو روز قبل از این حمله با شما آقای شکوری هم برنامه داشتیم و من یک ویدیویی دیدم که بسیاری از خبرگزاری‌های جهان و تحلیلگران در سطح جهانی داشتن به این مسئله اشاره می‌کردن. با توجه به اون ویدیو و گذشتن موشک‌های ایران از سپر دفاعی اسرائیل و حالا اون سپری که فکر می‌کنم ملاخین داوود بود و
ویدیویی که گرفته شد نشون میداد که موشک‌های ایرانی چطور از این گنبد آهنین گذشته و به هدف خودشون خوردن. به نظر میرسد با توجه به این حمله های شکوری، افسانه پدافند دفاعی و نظامی اسرائیل به ویژه گنبد آهنین به پایان رسیده. سلام میکنم خدمت حضرت عالی و برادر عزیزم آقای عارف و عزیزانی که ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. ببینید بنده ابتدا یک نکته ای رو عرض کنم در مورد اون توییت آقای جاودانفر و برخی از این رسانه های ایرانی که میگوین که با این حجم حملات ایران که شما اگر نگاه کرده باشید اصولا فیلم ها رو عرب های درون اراضی اشغالی، مثلا عرب هایی که در حیفا بودن جای دیگر بودن گرفتن، یا از نوار غزه گرفتن، از کرانه باختری، از مرز اردن، یعنی اصولا این چند کیلومتری فاصله بوده. از اون چند کیلومتر شما میبینید این حجم آتش چگونه است. حالا اون آقای جاودان فر گفته است که بله حمله کردن، هیچ کس نمرده. حالا من خوب است اون ننوشته است که چند تا میت هم اونجا زنده شده هن اون پایگاه نظامی اسرائیل. ببینید این اسرائیل دردش این نیست که چند نفر میمیرن، چند نفر نمیدانم اونجا چی میشون، چقدر خطارت میبینن. تمام درد اسرائیل سر این است که یک عده‌ای را از اینور اونور جمع کردن آوردن اینجا و ساختارش روی جمعیت و امنیت شکل میدن. به این جهت است اسرائیل مجبور است همیشه سانسور کند در وهله اول برای اونهایی که اشغالگر هستند در همونجا به عنوان اسرائیلی زندگی میکنند. چون این تلفات ها بیرون بیاید خبری بشود اینها همه فوجفوس فرار میکنند. همین الان وظیفه ای که حزب الله سپرده شده است این است که اینها را از شمال بکوچانه. الان هم حزب الله هم شما میبینید دیگر در بعد از زدن مرحوم سید حسن نصرالله فشار را دارد روی حیفا وارد کند و حیفا خیلی مهم است. بعد از حمله ایران هم حیفا را دارن ترک میکنن. این عارف سیگارچی از وی او ای رفته است اونجا گزارش تهیه کرده است. آقای شکوری میبخشید صدای شما یا حالت برگشت داره، من فکر میکنم یا صدای اسپیکر شما زیاده یا اینکه آقای عارف باید میکروفونشون رو ببندن. بذار من ببندم. بله بفرمایید. ببین این رفته است اونجا گزارش تهیه کرده است از اون مردم حیفا. اونها گفتن که بعد از حملات ایران و این حملات اخیر حزب الله یک عده حیفا رو دارن ترک میکنن، ما هم حالا میخوایم ترک کنیم. پس این یک مسئله که این مسئله خیلی تاثیرگذار بوده و اسرائیلی ها دولت و ارتش میخوان جلوی این قضیه رو بگیرن. یعنی اون افسانه، اون توهم بازدارندگی، اون شکسته شده است. و شما بعد از این جنگ خواهید دید که مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی به اروپا و آمریکا چگونه خواهد بود. الان هم 800 هزار تا 1 میلیون تا فعلا خود اسرائیل را ترک کردن، الان به جز اونایی که از غلاف غزه و شمال آواره شدند. این بس بنابراین این است. بنابراین شما انتظار این را نباید داشته باشید که اونها بیان بگوین بله ما لتو پار شدیم. اما در این حمله ببینید یک شرایطی بعد از ترور مرحوم نصرالله پیش آمده بود. یعنی در میان در رسانه‌ها، در میان عوام و ناس دو طرف، طرفداران محور مقاومت روحیه خودشون را باخته بودن و اسرائیلی ها بسیار بسیار روحیه گرفته بودن، هم نیروهای ارتششون، سربازانشون، هم عوام و ناسشون. شما میدیدید چگونه اینها شیرینی پخش میکردن، جشن میگرفتن و کار را تمام شده میدانستن. این حمله ایران در وهله اول یک ضربه روانی شدید بود به اینها، یعنی دو سه روز بیشتر نگذاشت که اینها شادی کنن و به اینها نشان داد که هیچ چیزی تمام نشده است و نیروهای این محور روحیه گرفتن. این یک مسئله بسیار بسیار مهم. مسئله دیگر این است که حمله ایران بسیار کوبنده بوده. ببینید نزدیک به 800 نقطه در خاورمیانه آماده باش بودن، مثل مثلا شما همین پایگاه عین الاسد، پایگاه ویکتوریا، پایگاه علی سالم کویت، پایگاه خدمت شما الولد، القیاده، اینها همه آماده باش بودن و سپاه و ارتش با اون یگان سایبریشون موفق شدن بسیاری از این پدافندها رو از کار بیاندازند و این حمله رو سامان بدهند. ببینید نقاطی که زده شد با اون حجم آتش، خود نفاتیم بسیار مهم بود، پایگاه اقتصاریم بسیار مهم بود، پایگاه کلنوف بسیار مهم بود، اسقلان را ایران هدف قرار گرفت که مرکز صنعتی بود خدمت شما، خود حیفا را هدف قرار داد که این خیلی مهم است، یک پیام برای اسرائیل داشت که دفعه بعد از این غلط ها بکنین ما اونجا می توانیم مفاضل معامونی ها که شما را هدف قرار بدهیم. اینها بسیار مهم بودند. مرکز موساد هدف قرار گرفته قرار داده شد، با اون یگان 8200 جاسوسی هدف قرار داده شد.
اینها مسائل بسیار بسیار مهمی بودن. ببینید بسیاری از این F-35 ها، F-15 ها در نفاتیم و در هجسالیم از بین رفتن. در خود پایگاه هجسالیم مثلا یک قسمتی داشتن مخصوص تانک ها بود که تانک ها می آمدن اونجا برای سوختگیری، اینها اون کلا منهدم شد. یا مثلا خدمت شما در خود نفاتیم اونجا اون چیزهای شنود، رادار، مسائل الکترونیک جاسوسی هم که اونجا بود اونها بسیاریش نابود شد. اون یک سری انبار مهماتی که در هجسالیم بود، در پایگاه هجسالیم، اونها نابود شد. علاوه بر این ایران اون خدمت شما اون محور چیز رم هدف قرار داد که اون اسرائیلی ها اونجا میخوان غزه را شمال به جنوب را جدا کنن، اینها نتساریم را اونجا رم هدف قرار داد که این قضیه به حماس هم خیلی کمک میکنه، ضربه کمرشکن به اسرائیل میزند. شما اگر در روزهای اخیر یعنی بعد از حمله ایران متوجه شده باشید، برای اولین بار اسرائیل دارد برای بمباران، برای حملات از پهپاد و ناوهای جنگیش هم استفاده میکنند. اینها کسانی نبودند که بخوان از پهپاد به جای هواپیما استفاده کنند، یا در این شرایط که دستشون باز است و پدافندی هم جلوشون نیست بخوان مثلا از ناوهای جنگی استفاده کنند. این نشان میدهد که ضربات محرک نیروی هوایی اسرائیل دریافت کرده است. شما دیدید همین دیروز همین گالان پاشد رفت دوباره به پایگاه نظامی، اونجا هم یک فیلمی گرفتن، گفت بله ما خسارت ندیده ایم، چیزی نشده است. اینا هر وقت که به شمال میروند، به این پایگاه ها میروند، برای این است که یعنی خسارتی دیدن و میخوان به ارتش و مردمشان روحیه بدهند. این نکته بسیار بسیار مهمی است. و حملات ایران آنقدر محکم بود که شما دیدید برای اولین بار نتانیاهو اون فیلمش بیرون آمد دیگر، داشت میدوید فرار میکرد که برود به پناهگاه ها، اگر یادتون باشد. حالا من فکر کردم مثلا آقای خامنه ای با اون عصا زده به ماتحت این، میگه آها بوده بودن پدر سوخته. حالا اینم رب به کجا رفت؟ پناهگاهی در زیر بیت المقدس، چون میدانن که خب اونجا به جهت مقدسات اسلامی ایران اونجا را نمیزنن. حالا من نگران این بودم که این بنده خدا اونجا نکنه سکته پکته بکنه، 2000-3000 سال بعد اینا بگن بله ما یه تاپاله ای هم اونجا گم کردیم، حالا باید بگردیم دنبال اونم بشود یک داستان. این بعد از اون حمله هم شما دیدید این دستانش همینجوری میلرزید داشت صحبت میکرد، نشان میداد حمله بسیار کوبنده بود. و بیش از همه شما اگر رسانه ها را نگاه کنید، بسیاری که میآیند صحبت میکنند میگویند آقا این حمله ای که ایران کرد بدآموزی داشت، یعنی به همه دنیا نشان داد آقا اسرائیل اونی که میگویند نمیشود بهش حمله کرد اون نیست. دقیقاً ایران حمله کوبنده کرد و مضاف بر این حالا نتایج این حمله این بود که این آقای خامنه ای اون برنامه‌ای را که از روز اول در نظر داشت آمد صحبت کرد، گفت که این دولت‌های عربی و به قول معروف مسلمان اینها میباید که این اسرائیل را تحریم کنند. اون زمان این اپوزیسیون ابله ایرانی مسخره می‌کردند که این آقا فکر کرده است که اونا میان تحریم میکنن، این نمیداند تو باغ نیست. همون موقع اگر یادتان باشد نوشتم و گفتم، گفتم این پیرمرد خودش این را میداند، دقیقا دارد این حرف را میگوید در ذهن این ملت ها بیاندازد که علیه این دولت ها، واقعا دولت های شما این کار را باید انجام بدن، خب انجام نمیدهند. این اگر یادتون باشد این برنامهش این بود. دقیقا خود مرحوم نصرالله یا الحوثی و دیگران رهبران حماس همه در سخنرانی هاشون مصاحبه هاشون هر دفعه همین قضیه را تکرار می کردن. یا اگر یادتان باشد مثلا نصرالله می گفت آقا اینها دارن به وظایف استعماریشونن انجام می دن، این اون وظایف را دارن عملی می کنن. با این حمله ای که ایران کرد جب به گونه ای شد که شما الان می بینید در رسانه های عرب زبان مجری ها اینها میان و مسخره می کنن حکام عربی را، یا شما در فضای رسانه‌ای می‌بینید، بنده دیدم این دوست شفیق این آقای عارف اون طیب اردوغان، این عرب‌ها میان اونجا می‌نویسن می‌گن که این سگ فقط واق واق می‌کنه دیگه هیچ کاری نمی‌کنه. یا شما در مورد تشیع بسیاری مثلا آمدن میگن آقا ما شیعه ایم، یا آمدن گفتن که آقا اینها داشتن بین ما تفرقه می‌انداختن، دروغ می‌گفتن، الان شیعیان دارن به داد ما می‌رسن، اصلا ما ایرانی هستیم. یعنی تمام اون را که اون چرا که این غربی ها استعمار آمده بودند در طول این سالها به عنوان تشیع حراسی ایران حراسی ایجاد کرده بودند همه باد هوا شد. یعنی الان آقای خامنه ای یکی از برنامه هایی که از ابتدا داشت که فضا را در منطقه برای انقلاب های ضد اسرائیلی ضد استعماری آماده کند دارد به اون نتیجه میرسد.
اینها از برکات به قول معروف این حمله ایران بوده. حالا انشالله حمله سوم، حالا انشالله که اسرائیل این حماقت رو انجام میدهد، یه دستگلی به آب میدهد و حمله سوم ایران ویرانگر خواهد بود، خیلی ویرانگر. ممنونم. حالا من میخواستم نظر آقای عارفم بدونم در رابطه با صحبت ها و خطبه های رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه اخیر. اما قبل از اون یه پرسش کوتاهی هم از شما آقای عارف داشتم. آقای شکوری، اشاره کردم به ترور فرماندهان حزب الله، همچنین فرماندهان ایران مثل سردار زاهدی یا سردار نیلفروشان و همچنین فرماندهان حزب الله و در رأس اونا دبیرکل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله. به نظر شما این ترورها میتونه پیروزی های راهبردی طولانی مدت برای اسرائیل داشته باشه؟ به لحاظ راهبردی خیر، ولی به هر روی به واسطه اینکه جریان های اون چیزی که تحت عنوان جبهه مقاومت شناخته میشه، اینها جریان های ریشه داری هستند و به هر حال حزب الله سید حسن نصرالله اولین دبیر کلش نبود، دوم دبیر کلش بود سید عباس موسوی بعد سید حسن نصرالله، و به هر حال متکی و بله سید حسن نصرالله بسیار دبیر کل و رهبر کاریزماتیکی محسوب میشد، نه فقط برای حزب الله، در جامعه لبنان من به عنوان کسی که مدتی در لبنان بودم اون رو از نزدیک لمس کردم که سید حسن نصرالله بسیار رهبر کاریزماتیکی نزد اهل سنت، به ویژه اهل سنت جنوب لبنان، یعنی اهل سنتی که در سیدا زندگی میکنند. اهل سنت در لبنان در دو حوزه هستند، یا در شمال هستند در ترابلوس که عموماً ضد حزب الله هستند، یا اهل سنتی هستند که در جنوب در سیدا تمرکز دارند در بندر سیدا و اونها اتفاقا خیلی طرفدار حزب الله و سید حسن نصرالله، یا مسیحیانی که عمدتاً مثلا مسیحیان خود بیروت یا مسیحیان نزدیک بیروت در شهر جونیه. بسیار برای اینها در سطح جامعه لبنان سید حسن نصرالله رهبر کاریزماتیکی بود. طبعا فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله فقدان به هر حال تاثیرگذاری هست، اما به این معنا که حزب الله رو از حیز انتفاع ساقط بکنه، بی تأثیر بکنه، یا فقدان رهبری سید حسن نصرالله غیر قابل جبران بوده باشه، به این معنا درست نیست. چرا که عرض کردم مرحوم سید عباس موسوی در واقع در فقدان ایشون سید حسن نصرالله جایگزین شد، در فقدان سید حسن نصرالله طبیعتاً رهبر جدیدی حزب الله پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم اتفاقا شاید رهبر جدید مواضع رادیکال تری هم داشته باشه. به هر حال سید حسن نصرالله یک شخصیت منحیث المجموع میان روی محسوب میشد، یعنی در واقع همه اتفاقی که برای حماس افتاد، هنیه رو زدن و سنواری که سنواری که حالا به هر حال رهبر رادیکال تری است، یا فضا برای یحیی سنوار وقتی فراهم شده لزوماً این گونه نیست که این ترورها منتج به برآمده چهره های میان روتر بشه. اتفاقا در نتیجه ترورها، در نتیجه در واقع تبهکشی که اسرائیل به خرج میده، دولت نتانیاهو به خرج میده، منطق رادیکالیسم منطق موجه تری به نظر میرسه و چهره های رادیکال تر هم برمی آیند و در واقع سر می کشن. این از این نکته. اما در رابطه با بحثی که آقای شکوری کردن که انشالله این حماقت رو بکنن، من واقعیت هم است که امیدوارم انشالله این حماقت رو نکنن. ببینید واقع امر این است که بازدارندگی برای نجنگیدن است نه برای جنگیدن. من در یک توییت هم اشاره کردم یکی از مسائل یا مباحثی که در مورد رهبری آیت الله خامنه‌ای غیر قابل بحث هست این است که آیت الله خامنه‌ای منحیث المجموع در دوره رهبری خودشون یک رهبر جنگ پرهیز بودند، یعنی تلاش کردند که رهبر بازدارندگی و صلح باشند نه رهبری که به سمت جنگ برن، و اونجایی هم که مجوز عملیات دادن جایی بوده که کشور نیاز به بازدارندگی داشته،
بازدارندگی برای جنگیدن نیست، بازدارندگی برای نجنگیدن. شما در واقع زمانی دارید بازدارندگی خودتون رو نشون میدید که میخواید به طرف مقابلتون بگید ببینید هزینه جنگیدن با من بالاست، اگر به من حمله بکنید من توان واکنشیم بسیار زیادتر از اون چیزیست که تو توان تحملش رو داشته باشید. بنابراین من امیدوارم با وعده صادق یک و در پی اون در اول اکتبر وعده صادق دو، ایران توان بازدارندگی خودش رو که اسرائیل ها تلاش کرده بودن اون رو مخدوش بکنن افزایش داده و این اسرائیلی که البته میفهمم در یک سال گذشته از هیچ منطق اوغلایی پیروی نکرده، یعنی نه منطق دیپلماسی، نه هرچنبی از آمریکا، نه هزینه فایده، نه حقوق بین الملل، هیچ چیزی در واقع نبوده که نتانیاهو رو مانعش بشه، ولی امیدوارم که توان نظامی کنوانسیونل و متعارف ایران که هنوز این رو هم تاکید بکنیم ایران این چیزی که داره نشون میده توان نظامی متعارفش هست، یعنی ممکن هست که با تغییر دکترین هسته‌ای توان نظامی غیر متعارفی رو هم بتونه که ایجاد بکنه یا نشان بده، ولی در سطح توان نظام متعارف این چیزی که نشون داده بسیار بسیار ویرانگر و بازدارنده هست و لذا امیدوارم که اسرائیل این حماقت رو نکنه که به رفتار متوحشانه خودش ادامه بده. متشکرم. آقای شکوری، ما از ابتدای جنگ غزه، خب از روز 8 اکتبر حزب الله لبنان هم وارد این جنگ شد، البته محدود، از اوایل جنگ لبنان با اسرائیل ما شاهد حملات موشکی حزب الله به اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی بودیم و اما این حملات خب صرفا اهداف نظامی رو شامل می شد و مورد هدف قرار می داد، اما دیشب حزب الله برای اولین بار حیفا رو مورد هدف قرار داد و جاهایی رو هدف قرار داد که غیر نظامیان هم در اونجا بودن. آیا فکر می کنید با توجه به دکترین نظامی اسرائیل، یعنی دکترین زاهیه که به هر حال با چشم بسته دارن بمباران می کنن لبنان و بیش از 2000 نفر تا این لحظه غیر نظامیان جانشون از دست دادن، آیا فهم میکنید با توجه به این شرایط حزب الله دکترین نظامی خودش رو تغییر داده؟ ببینید، بنده ابتدا یک توضیحی در مورد مسئله جنگ که آقای عارف برادر عزیز رو هم فرمودن عرض کنم. ببینید، ما با کشورهای دیگر بحث بازدارندگی داریم، اما اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل ارتش نیابتی استعمار غرب در منطقه است، بحثش فرق میکند. ما هر طوری که شده است باید گام برداریم برای نابودی کامل اسرائیل و آزادی وجب به وجب همه اراضی اشغالی، نه تا بر، به خاطر اینکه استعمار همینطوری اینا رو با بیانیه استعماری بالفور نیاورده است اینجا، جمع کن از این ور از اون ور، اینا رو آوردن اینجا تا سگ پاچه‌گیر منطقه باشن و هر روز هم برای همه دارن مشکل ایجاد میکنن. اینها مصنوعی هستن، غیر طبیعی هستن. مسئله اینها با عراق و سوریه و این و اون و اون فرق میکنه که یک موقعی را درگیری میشود، خویشتنداری و بازدارندگی و این مسائل اینها. خدای خامنه ای هم گفت محاصره تا نابودی، و اکنون اسرائیل در بدترین شرایطش در طول 76 سال اخیر هست که شما میبینید کارش به جایی کشیده است. اون باباهاش که این را درست کرده بودن این حافظ منافع اونها باشد، حالا اونا آمدن اینجا که این بچه نابود نشود. همین دیشب شما دیدید که این جنگنده های انگلیسی داشتن در تمام مدیترانه تا ترکیه دور می زدن شناسایی کنند و از این مسائل. یعنی این ارتش قهرمان وضعش خراب است، الان دارد با مرگ و زندگی دست پنجه نرم می کند. یا شما می بینید اون جنرال کوریلا که رئیس سنتکام است، هر روز اونجا پلاس است، اتاق فرماندهی جنگ دست اون باباهای استعماریش هست، این خودش اینجا هیچ کاره است، این دستمال توالت است. اونها الان آمدن اینجا، یا اون پتراوس که اون رهبری اون فرماندهی عملیات برای ورود به اون اردوگاه النصیرات را داشت چندی پیش اونجا کشتار شد، با ماشین‌های سازمان ملل وارد اونجا شده بودن با اون ماشین‌های یخچالدار. این اسرائیل هر طور شده است این باید نابود بشود، و من امیدوارم انشالله این یک خریت این دفعه بکند، حمله کند به ایران. خب ایران که پدافند دارد، قوی است، به هر حال گسترده است، عمق استراتژیک دارد، منابعش هم یک جا متمرکز نیستند. ولی اونی که با 22 هزار کیلومتر مربع مساحت
که عمق استراتژیک ندارد، همه چین غلط هایی میکند، اونچنان با عزت خورد و لحش کرد که تا هزاران سال هیچ پدر سگ جرأت نکند با حرف استعمار بیاید اینجا سگ پاچه گیر بشود. اینا حق ندارن در منطقه ما باشن، اونم با بیانیه استعماری بالفور. این جنگ ها ادامه همون جنگ های پیش از اسلام ایران با غربی هاست، ادامه جنگ های صلیبی است. هر طور شده این نجاست را باید نابود کنیم و الان وقتش است. و آقای خامنه‌ای چند سال قبل قول داده بود اگر اینها غلطی بکنن حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان میکنیم. امیدوارم این پیرمرد به قولش وفا کند، حیفا و تل‌آویو را شخم بزند. ایران هم زورش انقدر میرسد اینا را قشنگ هریه، نه اینا را، خود این امریکایی ها نمیتوانن وارد درگیری با ایران بشوند. تمام نقاط استراتژیک دست ایران است، تمام میلیشیاهای ایران آماده هستند. غربی ها اگه بخوام بجنگن باید از خلیج فارس تا جبل طارق بجنگن که در توانشان نیست. هیچ کس نترسد. من فقط امیدوارم انشالله این اسرائیل این خط را بکند. چندین هزار موشک کروز و بالستیک در وهله اول آماده هستند. بعد ببینیم این بیشرف ها چه غلطی میخوان بکنن. این از این. حالا اون سوالی که شما پرسیده بودید، آها، در مورد این حملات حزب الله بود، درست است؟ درسته، در رابطه با حملات حزب الله و شب تکلیف رو حتما میخواستم که بگم. حتما این حزب الله باید برود به سمت برداشتن سخت، آرام آرام باید برود به اون سمت. ببینید این جماعت خیلی خیلی پررو هستن، چون شما تا فعلا دارید در اون نظم جهانی بازی میکنید که این را همون استعماری ها و فاتحین جنگ جهانی ریختن و اسرائیل هم خب ارتش نیابتی اونهاست و ناناز دردونه است. شما میبینید خیلی راحت پررویی میکنن مثلا علیه دیوان کیفری لاهه و نمیدونم خدمت شما عارضم که سازمان ملل، علیه همه صحبت میکنن، هر غلطی میخوان میکنن. با اینها مثل بچه آدم نمیشود رفتار کرد. حزب الله باید بیا سقف را بردارد. اینکه شما هر روز بیای این پایگاه نظامی را بزنی با راکت، با نمیدونم پهباد، اینا به اینا آسیب وارد کنی، کشته از نظامی های اینها بگیری، رادارهای اینا را بزنی، این فایده زیاد ندارد. الان به دید بنده حزب الله باید اخلاق را بگذارد کنار، سقف را بردارد، خارج از قاعده موشک‌های سنگینش را از زیر بتون مسلح بیاورد بیرون. این کاری که دیشب در حیفا کرد چندین برابر این را باید به صورت عمودی این را تشدید کند. اینا هم ترسو هستن، فرار میکنه، باید فرار میکنه. و یک کار دیگری هم که به دید بنده حزب الله باید بکنه این است، باید یک پاتک محکمی بزنند. الان اونا در نواحی مرزی هستن، چون الان لشکر 98 شون آمده اونجا، لشکر 36 زرهی هم که اون تیپ گولانی هم اونجا بوده، اونم بوده، اون تیپ 188 زرهی هم بوده. امروز اینا این لشکر 91 الجلیل رو هم اعزام کردن اونجا، چون در چند روز اخیر نتوانستن وارد خاک لبنان بشوند. البته حزب الله احتمالاً تا چند هفته بعد اینا رو راه میدهد به داخل. اینا رو هم اونجا اعزام کردن، اینا سر مرزن. به دید بنده حزب الله باید یک پاتک خیلی محکم بزند، یک سری اسیر از اینها بگیرد، اینا رو پخش کند در این تونل ها، بگوید که پدر سوخته، حالا اگه میتوانی بیا بمب سنگر شکن بزن ببینیم چه کار میکنی. من معتقدم که این محور باید حملاتش رو زیاد کند، حملاتش رو باید گسترده‌تر کند، اخلاق رو باید کنار بگذارد، مانند خودشان باید باشون برخورد کند، چون اینها هم الان در نقطه ضعف قرار دارن. شرایط اسرائیل خیلی وخیم است، یعنی اقتصادش فروپاشی کرده، بندر ایلات تعطیل است، سرمایه گذاری خارجی تعطیل شده، فرار سرمایه ها از توریست نیست، چندین وزارتخونه کلا منحل شدن، مثل اون وزارتخونه اطلاعات بود، اون خانم چیزش بود، رضا پهلوی را دعوت کرده بود اونجا، اون همون روزهای اول جنگ به خاطر کسری بودجه منحل شد. الان بهترین وقت است که اینا حملات را تشدید کنند و انشالله که این جنگ دیگر نابودی اسرائیل باشد. البته اگر هم نباشد ستون فقراتش بد جور شکسته است، این 80 سالگی را انشالله دیگه نخواهد دید. ممنونم. ما همزمان ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که حملات راکتی و موشکی از سوی غزه به سمت تل‌آویو اتفاق افتاده و حال احتمال داره این حملات به واسطه مناسبت سالگرد عملیات طوفان الاقصی هم باشه. و یک خبری دیگه هم منتشر شد دقایق پیش، این که معاون نیروی سپاه قدس اعلام کرده که حال
سردار قانی خوبه و این در حال این صحبت رو میکنه که در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه اسرائیل هدف قرار داده سردار قانی رو و ترور کرده در این رابطه صحبت کردم معاون نیروی سپاه. اما آقای میخواستم نظر شما رو در رابطه با صحبت های آقای شکوری بدونم و بعد یک خبری دیگه دقایق پیش منتشر شد در یک فایل صوتی لو رفته از سوی نتانیاهو که در رابطه با عموماً پرسش ها مطرح میکنه. تمنام والا من تکبیر رو درست کردم، حتما باید گفت در مقام واکنش به سخنان آقای شکوری، ولی خب من دیدگاهم این نیست. من دیدگاهم همونطور که میدونید از راه حل دو دولتی دفاع میکنم و فکر میکنم که راه حل دو دولتی در منطقه متضمن مصالح بیشتری برای فلسطینی ها هست و حتما میبایستی که و اجماع بین المللی رو هم پشت سر خودش داره، حمایت موازین حقوق بین الملل رو پشت سر خودش داره، با هر خانشی به لحاظ تاریخی من هم در بسیاری از این موارد میتونم با شکوی موافق بوده باشم که به هر حال اسرائیل یک دولتی هست که توسط چند سازمان مسلح مثل هاگانا و سازمان های تروریستی که در اون مقطع در دوره‌ای که سرزمین فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا بود شکل گرفتن، اعلامیه بالفور، متلاشی کردن دولت عثمانی و و بسیاری چیزهایی که نهایتاً اتفاقی میفته این است که اسرائیل رو تبدیل به پروژه استعماری میکنه. من با اینها به لحاظ تاریخی مخالفتی ندارم، ولی نهایتاً به لحاظ حقوق بین الملل اسرائیل یک کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل هست. من از نابودی کشوری که عضو سازمان ملل هست دفاع نمیکنم، بلکه نه به لحاظ سلبی، به لحاظ ایجابی خواستار این هستم که در اراضی 1948 که بسیار بزرگتر از در واقع اسرائیل در 1948 هست، یعنی وقتی ما برمیگردیم به اولین قطعنامه در و از اراضی 48 وقتی صحبت میکنیم، اراضی 48 در اراضی 48 فلسطین در واقع اراضی فلسطین بزرگتر از اراضی اسرائیلی ستا یا نصف تقریبا، یعنی در 48 شمال تقریبا نصف کرانه باختری به تمامی، به یک مقدار هم میاییم به سمت جنوب صحرای نقب و جنوب در واقع سرزمین های اشغالی تحت کنترل اسرائیل هست. من از راه حل دو دولتی دفاع میکنم و عمیقا معتقدم که راه حل دو دولتی متضمنه مصالح فلسطینی هاست و متضمن مهار اسرائیل هم هست، یعنی این اسرائیل هم میبایستی که به هر حال مهار بشه. این راست فزاینده افراطی در اسرائیل مختص دولت اسرائیل هم نیست، نتیجه ای از فرایندهای اجتماعی و جامعه شناختی اسرائیل هست. یعنی از 1995 از نوامبر اکتبر یا نوامبر 95 که آقای اسحاق رابین ترور میشه توسط همین رفیق کسی که الان آقای ایتامار بنگویری که وزیر امنیت داخلی هست، اینها در واقع کسانی بودن که ترور کردن اسحاق رابین رو و حتی پیشتر از 1978 که لیکود شکل میگیره و قدرت رو در دست میگیره، ما به کم و بیش روند راستگرایی فزاینده در اسرائیل شاهد هستیم و به هر حال در وضعیت دو دولتی تحولات درونی اسرائیل رو هم شاهد خواهیم بود. به هر حال اسرائیل 2 میلیون تبعه عرب داره در که شهر پاسپورت اسرائیلی دارن، حق رأی در اسرائیل دارن. با وضعیت دو دولتی و بازگشت به آن چیزی که اون روندی که در دهه 1990 داشت پیش میرفت، من فکر میکنم که هم وضعیت فلسطینی ها بهتر میشه، هم شرایط منطقه بهبود پیدا میکنه. به هر حال
اینکه اسرائیل باید نابود بشه و استراتژی نابودی رو در قبال اسرائیل داشته باشیم و اینها، این هم یک نگاهی است. به هر حال در ایران هم میدونید در نزد نظم سیاسی مستقر هم این نگاه نگاه مسلطه حتی، ولی من همدلی ندارم حقیقتا با این. ممنونم. آقای عارف، یک فایلی منتشر شده دقایق پیش، یک فایل صوتی از نتانیاهو منتشر شده، یعنی یک فایل لو رفته است از سخنان نتانیاهو در یک جلسه خصوصی با اعضای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، که نتانیاهو در اون جلسه میگه باید به ایران پاسخ سطحی بدیم و اونو در رسانه ها بزرگ نمایی کنیم. در قسمت دوم اون فایل میاد صحبت میکنه، میگه مسئله بعدی اینه که ما بتونیم قبل از عملیات در ایران ترس ایجاد کنیم، یعنی تقریبا همون کاری که ایران با اسرائیل کرد، یک نوع به قول معروف عملیات روانی که بتونیم مثلا باعث بشه ایرانی‌ها به فروشگاه ها نرن، بترسن یا یک نگرانی برشون پیش بیاد. با توجه به این صحبتایی که حالا نتانیاهو در این فایل لو رفته صحبت میکنه ازش، به نظر شما، دوستان خیلی ارزیابی شما رو بشنوم در این رابطه، آیا فکر میکنید، حالا صحبت زیاد بود در این مدت، در این چند روز بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل، که حالا صحبت داریم بود تاسیسات هسته‌ای رو میخوان هدف قرار بدن یا خارک رو میخوان هدف قرار بدن، کشتی های نفتی یا به هر حال زیرساخت های انرژی ما رو میخوان هدف قرار بدن، یا حتی بعضی هاشون دیگه متوهم بودن میگفتن بیاید مسلح و اینا رو، بیت رهبری و اینا رو بزنن. نظر شما چی؟ آیا به نظرتون اسرائیل پاسخی که میخواد بده یا حمله نظامی که میخواد بکنه در چه سطحیه، با توجه به این فایل صوتی هم که اومده بید؟ من اسرائیل قطعا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کنه، یعنی نه خودش مایل هست نه آمریکا چنین اجازه میده، برای اینکه می‌داند که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران پاسخ بسیار بسیار بالاتری را از جانب ایران در پی خواهد داشت و نه آمریکایی‌ها نه خود اسرائیل‌ها به دنبال این نیستند که ایران با توجه به توانی که از نیروهای مسلح ایران دیدن در عملیات اول اکتبر، به دنبال این نیستن که ایران دوباره تحریک بشه به اینکه پاسخ با سطح بالاتری از واکنش رو در واقع نشون بده. تاسیسات نفتی و تاسیسات انرژی ایران هم عرض کردم قطعا امریکا ممانعت میکنه، برای اینکه در آستان انتخابات هر تحولی که تاسیس، هرچند ایران شاید حضور جدی در حال حاضر در صحنه عرضه انرژی نداشته باشه، انرژی نفت و گاز نداشته باشه، ولی حتی در سطحی که ایران در حال حاضر تولید نفت داره هم هر حمله به تاسیسات نفتی ایران باعث افزایش قیمت حاملهای انرژی میشه و در شرایطی که انتخابات در آمریکا رو در پیش داریم، اینکه شهروند آمریکایی بنزین رو گالونی 4 دلار بزنه با اینکه بنزین رو گالونی 2 دلار بزنه بسیار متفاوته در تصمیم گیریش در انتخابات. این رو هم اجازه میدیم. اما اون چیزی که آقای نتانیاهو گفته که در رسانه ها بزرگ نمایی بکنیم، برای اینکه قدرت رسانه خودش رو میدونه، توان دروغگویی خودش رو میدونه به زبانهای مختلف، یعنی هم توانش و نفوذش در رسانه انگلیسی زبان رو میدونه و هم آسیب پذیری ایران در عرصه جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای با توجه به رسانه‌هایی که الان در اختیار داره اسرائیل، به طور ویژه تلویزیون سابقا سعودی در حال حاضر اسرائیلی اینترنشنال رو هم میدونه و این رو بهش واقف هست که همونطور که در حمله به پایگاه اصفهان و تاسیسات پدافندی نطنز هم بسیار بزرگ نمایی کرد، میتونه که بزرگ نمایی بکنه. اما اون بحث ترسی که میگید یه جنبه دیگری داره. من فکر میکنم ما با توجه به ضعفی که در حوزه پدافند غیر عامل داریم، این رو هم نشون دادیم، نشون داده شده، ما در حوزه پدافند غیر عامل ایران دچار ضعف است، هرچقدر که در حوزه پدافند عامل، در حوزه آفندی و پدافندی عامل قدرت داره، در حوزه پدافند غیر عامل ما دچار ضعف هستیم. مثل
حد شدن پمپ بنزین ها رو داشتیم اگر خاطرتون باشه یکی دو سال گذشته، یا حرکت هایی از این دست که استاکس نت رو داشتیم به تاسیسات داشتیم. بله ما ضعف پدافند عامل داریم، این واقعیتی است. شاید به این دارن فکر میکنن که از طریق حملات یا در واقع حرکت های آفندی غیر عامل مثل هک کردن سیستم پمپ بنزین، از اون طرف ایجاد یک جنگ هیبریدی، یعنی از یک طرف آفند غیر عامل، از طرف دیگر ایجاد فضای روانی توسط رسانه‌های فارسی زبان که در اختیارشون دارن، بتوانن که ایجاد در واقع شورش‌های اجتماعی رو بکنند و از این طریق در داخل ایران بتونن که حرکت‌هایی رو سامان بدن. اگر ما موفق نشدیم به عنوان گروه‌های مرجع، به عنوان کسانی که دوربین و میکروفون در اختیار داریم، جامعه رو آگاه می‌کنیم و جامعه بخواهیم که در شرایط جنگی فارغ از هر اختلاف نظری، فارغ از تمام گلایه‌ها، نقدها، انتقادات که بسیاری از این نقدها و انتقادات هم به حق است، بسیاری از نارضایتی‌ها به حق است، اما اگر ما نتوانیم جامعه رو این پیام رو به جامعه بدیم که در شرایط جنگی می‌بایستی متحد بود، منسجم بود مقابل دشمن، شاید اسرائیل روی این حساب کرده که با یک وضعیت آفندی هیبریدی، یعنی آفند غیر عامل، هک کردن ها، مثلا شما تصور بفرمایید سیستم پمپ بنزین ها رو هک بکنه و بتونه دوباره کار بندازه به مدت 24 ساعت 48 ساعت. ما اگر این رو نتونیم هم زمان هم جنگ رسانه‌ای بتونه که راه بندازه، این رو اگر نتونیم ممکنه که بتونن اینها به اهداف خودشون برسن. متشکرم. آقای شکوری نظر شما چیه در این رابطه؟ به هر حال اسرائیل در این چند روز مقاماتش، یعنی تقریبا همه مقامات سیاسی و نظامیش دارن ایران رو تهدید میکنن و در رسانه‌ها این تهدیدها هم منتشر میکنن و خود نتانیاهو هم حتی میاد صحبت میکنه و مستقیما ایران رو تهدید میکنه و به مردم ایران پیام میده که ما آماده ایم که شما رو آزاد کنیم. نظر شما چیه در رابطه و ارزیابی شما رو میشنویم؟ بنده ابتدا یک توضیح بدم در مورد اون راهکار دو دولتی. ببینید اینکه این برادر عزیزم جناب آقای عارف میفرمایند که آقا این دو دولتی را خوب میدانند اینها و باشد و اسرائیل مهار میشود. ببینید این غربی ها که این را نیاوردن اینجا این مهار بشود، اصلا دست خودش نیست. اونها به وسیله این اینجا میخوان که منافع خود را تامین کنن، الان هم خوب اومدن اینجا که به این کمک کنن. حالا این مسئله چیست؟ ببینید آمدن رفتن در سازمان ملل بعد از جنگ جهانی، این نطفه حرام را اونجا یک شناسنامه براش گرفتن، گفتن نه این حرام نیست، حلال است. خب این اگر اولا که این دو دولتی یعنی این تأیید به رسمیت شناختن اشغالگری، یعنی این، و اگر این مبارزات فلسطینی ها و مرحوم جمال عبدالناصر و حالا جمهوری اسلامی و حزب الله و اینها نبود برای نابودی و این شعار خدمت شما نابودی سر داده نمیشد، اونجا اون به عنوان یک کشور تثبیت میشد، یعنی همه این را به رسمیت میشناختن. بعد میدانید چه فاجعه‌ای با همین حقوق بین الملل پیش میامد؟ فاجعهش این بود که این کسینجر برگشته بود یک زمانی گفته بود آقا ما یک راهکار داریم برای فلسطینی‌ها، گفته بود حالا نابغه بفرما ببینیم چیست. اون پدر سوخته هم گفته بود آره ما خوزستان ایران را بگیریم بدهیم به این فلسطینی‌ها که آواره شدن اونجا یک کشور مستقل تشکیل بدن، نه اینکه بیان اینجا پناهنده بشوند، بیان خوزستان بشود یک کشور برای فلسطینی، حالا یک اسمی هم روش بگذارن. خب حالا اگر اینها مینشستن در سازمان ملل میگفتن مثلا خوزستان را باید بگیریم بدهیم به این فلسطینی‌ها بشود یک کشور همسایه ایران و عراق و اینها، ما باید میپذیرفتیم؟ ایجاد حق میکرد؟ نه. برای اون فلسطینی هم همینطوره است. اگر اونجا دو دولتی بخواد تصویب بشود، این میرود رویه میشود در حقوق بین الملل. هر روز این پدرسوخته ها با بیان هر جا رو بگیرن آقا اینجا رو ما تصویب میکنیم این یکی باشد، اونجا مرز اونطوری باشد، این رو از اینجا برداریم یه عده رو قومی رو بیاوریم اینجا ساکن کنیم، اون یکی رو ببریم اونجا. نه، این فقط با تو دهان اینا زد، فقط با جنگید میلیون میلیون هم شده، هزار سال هم شده کشته داد،
اون جرثومه فساد را اونجا باید کاملا نابود کرد. وجب به وجب و اراضی باید از نهر تا بحر آزاد بشود. این و الا اونجا برای اونا همیشه اینجا فتنه میکنن. اصلا نباید اجازه بدهیم. اون الان فلسطینی ها که اونجا میجنگن، اونها به نیابت از ما دارن میجنگن. اونها به نیابت از همه منطقه دارن میجنگن. اونجا اصلا نباید دو دولتی بشود. چون خطر همه ما رو از لحاظ حقوق بین الملل برن تهدید خواهد کرد. یعنی هر روز اونا با بنشینن اونجا یه بشین پاشویی بکنن، آقا بله مثلا ما فلان جای ایران یا فلان جای اونجا یا فلان جای اینجا رو میگیم یه کشور دیگر. این اجازه نباید به اینها داده بشود و منفعل هم نباید بود در برابر این حقوق بین الملل. اصلا این جنگی که الان دارد میشود، اون جنگی که در اوکراین دارد میشود، اون جنگ روسیه با اوکراین نیست، این جنگ فلسطینیا با اسرائیل نیست، این یک جنگ است برای تغییر نظم جهانی. تکلیف خیلی از مسائل در خاورمیانه و دنیا با این جنگ ها روشن می شود. جنگ کریدور هاست. جدیتر از این مسائل است. اما در مورد اون شما سوال که پرسیدید، بعد اون فایل نتانیاهو را نشنیدم. الان از شما می شنوم. منتها ببینید، اونها ضربات ایران را دریافت کردند. اون بابا هاشم در عراق و سوریه یک جنگ جهانی بود. اون امریکایی‌ها، ناتو، انگلیس، اینها در سوریه و عراق ضرب مشت ایران را اردوغان، اینها همه اونجا چشیدن. 83 کشور در سوریه داشتن می‌زدن سر کله هم، 42 کشور در عراق. ایران حریف اینها شد. شما یادتان هست که اون بوش میگفت جنگ‌های صلیبی، اون کندالیزا رایس میگفت خاورمیانه جدید. ایران حریف اینها شد. اونها بنابراین قدرت ایران را دقیق میدانن، کما اینکه مردم ایران نمیدانن. مردم ایران مشغول زندگی روزمره شون بودن، نمیدانن که در سوریه چه گذشت و ایران فاتح یک جنگ جهانی شد. برنامه های اینها را همه را به قول معروف به باد داد. این حمله ای هم که الان شده به اسرائیل، ببینید این خیلی مهم است. حالا نه فقط این حمله ایران، ببینید ایران اینها را محاصره کرده. یک قدرتی که حالا حرف بزنیم به این آقایان اصلاح طلب برم میخورد، فکر میخورن هی نمیدونم پوتین ارباب این هاست فلان. خب احمق. آخه یک رژیمی، یک کشوری، یک قدرتی در تمام این خاورمیانه میلیشیاهای اینجور مستحکم دارد، راحت اونجا اینها رو محاصره میکند، این که دیگه نوکر این اون نمیشود. خب اینها این توان ایران رو میدانند. حالا این حمله ای هم که ایران کرده، اونها میدانن ایران تواناییاش خیلی خیلی بیشتر است و اونها ژئوپلیتیک رو درک میکنن. مثل احمد زیدآبادی و زیبا کلام نیستن که بیان حرفای مثلا دریوری بگویند بله اگر ما بزنیم اونها یک تیر چراغ برق نمیگذارن اینجا سالم باشد. مثل اینکه اون آقا میفهمد، آقای خامنه ای و سپاه پاسدار ارتش نمیفهمند. اینم از داستانهای ماست. اونها میدانن تمام نقاط استراتژیک دست ایران است. موشک‌های ایران تا کجا میرسن را میدانن، میلیشیاهای ایران چقدر مسلحن اینا را میدانن. اونا نمیخوان درگیری گسترده بشود، این خطرات را میدانن. منتها روش اونا همین است، تبلیغات. میگه آقا ما اگر حریف نیستیم در میدان، باید رو ذهن مردم کار کنیم. این کار مثلا یگان 8200 اسرائیل کارش همین بوده. اینها میامدن از همه دنیا افرادی را جمع میکردن میبردن اونجا، اینا بنشینن پای فیسبوک و فضای مجازی این ور اونور. یکی از مهمترین کارهاشون این بود اونجا شروع کنن به عربی، فارسی، ترکی بحث شیعه سنی را انداختن، مثلا بحث های دیگر را انداختن، خودشون را مثلا به عنوان عرب جا بزنن، علی نصرالله توییت کنن، در فیسبوک بیان مثلا بگن که آقا مثلا نصرالله عامل بدبختی. شما میبینی ظاهر فکر میکنی که اینا عربن، لبنانین، فلانن، اونجوری دیگه نمیدونی که از اون اتاق اونجا نشستن، برنامه‌شان این است. یا این مؤسسات و خدمت شما عارضم که این تحقیقاتی و چیز غربی و اینها، اینا رو این مسائل فکر میکنیم. آقا فکر مردم باید کار کنیم. تنها چیزی هم که اونها الان روش دارن امیدشون. آقای شکوری همشون هم بخشی از پایگاه 8200 اسرائیل نیستن، بخششون هم واقعی هم بعد از ترور 3 دسامبر ما دیدیم که در سوریه شیرینی پخش کردن و خوشحالی کردن. ببینید بخششون واقعی هم. ما اون راهبرد اونها رو داریم میگوییم. مثلا سلفی ها، داعش، سلفی ها، این جبهه النصره، اخوانی ها، خب اینها خودشون استعماری هن، نیروهای اونها هستن. معلوم است که اونها یک عده همیشه هستن، یا نیروهای سمیر جعجع، یا برخی از دروزی ها مثلا در استان سویدا.
در حال هر طرفی یه سری نیرو دارد، یک سری مخالف داره، ولی ما تفکر اونها را داریم میگوییم بر مبنای سوال شما و اون چیزی که الان فرموده بودید. اونها بحثشون این است که اینجا بیان مردم را رو در روی مثلا جمهوری اسلامی قرار بدن. همین برنامه را شما این بمباران هایی که در زاهی و اینها میبینید همین بوده. سر همون مسئله پیجرها هم بنده به شما عرض کردم. اینها مثلا دکترین زاهیه دارن که آیزنکوت در جنگ 33 روز 2006 این را مطرح کرد. گفت ما آنچنان باید غیر نظامی ها را، مراکز مسکونی را هدف قرار بدهیم، این مردم بیاین بیفتن به جان حزب الله، حزب الله را در لبنان متهم کنن، محکوم کنن، فشار وارد کنن. اونا همیشه یکی از برنامه‌های اصلیشون همین است. و این همه شما الان می‌بینید این غربی‌ها پول خرج می‌کنن، رسانه‌های فارسی زبان، ترکی زبان، عرب زبان درست می‌کنن. برای چی درست می‌کنن؟ عاشق مثلا ما شما هستن. این پولا همه همون تهاجم فرهنگی، تهاجم ذهنی است. دقیقاً می‌خوان همین کار رو انجام بدهند. من الان دیدم این دیروز یه فیلم بیرون آمده است که یک بنده خدا جوونی بسر بچه‌ای رفته روی این چیز مغازه های ایران، سوپرمارکت ها اینا، نوشته که بله به علت این چیز حمله اسرائیل نمیدونم کمبود اقلام هست. بعد خودش هم فیلم گرفته ارسال کرده برای این رسانه های خارج کشور. و این بچه که نمیداند که چی به چیست، سرش رو کلاه گذاشتنم کاری ندارد. یه پولی بهش بگو از طریق ارز دیجیتالی چیزی بهت میدهیم تو برو این کار رو انجام بده. این که عقلش نمیرسه بنده خدا، ولی کار از جای دیگر دارد آب میخورد. اینا دقیقاً این برنامه‌ای که نتانیاهو میگوید، اینها البته من معتقدم اونا مجبورن یک حمله‌ای بکنن، چون اگر اسرائیل الان حمله نکند اون داخل اون جماعتی را که جمع کردن آوردن اونجا اونها میگذارن میروند. اصلا الان یه اره شده است لای پای اسرائیل، نمیداند چه کار باید بکنن، نه راه جلو دارد نه راه عقب. اگر حمله نکند به نابودی نزدیک میشود، چون اون بحث بازدارندگیش داخل شکسته خواهد شد. اگر حمله بکند، حمله بعدی ایران انشاءالله شدیداً ویرانگر خواهد بود، تمام این ستون فقراتش را میشکند. یه نکته هم فقط بنده عرض کنم، این حضرت عالی و آقای عارف فرمودید، برادر عزیزم فرمودید این بحث غیر نظامی ها که آقا حمله اونی است که به غیر نظامی ها ضربه نزند، این را فقط عرض کنم که ما در اراضی اشغالی اسرائیل، اون چیزی که به نام اسرائیل میدانیم، ما تا غیر نظامی نداریم. اونا همه اونجا آموزش نظامی دیدن، همه جواز اسلحه دارن. خود بن گوریان هم گفته بود اسرائیل یک پادگانی هست که تمام سربازانش یک ماه در سال سر در پادگان هستن، آماده هستن، بقیهش رو مرخصی هستن. اونجا همه اشغالگرن، هیچ غیر نظامی وجود ندارد. خیال همه راحت باشه. ممنونم. به پایان برنامه نزدیک میشیم. برای متشکرم. برای جنبندی آقای عارف شما ابتدا بفرمایید و بعد آقای شکوری. استدام من خیلی استفاده کردم، فقط امیدوارم که توان بازدارندگی ایران که به شکلی سریع در یک اکتبر نشان داده شد، چشم طمع هر دشمنی رو نسبت به خاک و حاکمیت ملی ایران در واقع ممانعت بکنه و دور بکنه از هر چشم طمعی که به خاک و حاکمیت ملی ایران دوخته شده باشه. خیلی متشکرم. ممنونم. من یه صحبتی هم بکنم. من یه تحسینی داره رفتار و عملکرد مخصوصا وزیر امور خارجه آقای عراقچی، چون من در دو سه برنامه قبلی یک انتقادی از ایشون کردم و امروز خواستم یک تقدیری از ایشون بکنم که با توجه به این شرایطی که وجود داره و آسمان لبنان تماما دست اسرائیله، ایشون در سفری به لبنان شجاعانه در بیروت هواپیماشون فرود اومد و سفرشون رو به خوبی و خوشی به اتمام هم رسوندن. و همچنین صحبتایی میشه از فکر کنم یک یا دو روز پیش یک صحبتی دیدم از سید حسن خمینی در رابطه با اینکه سطح بازدارندگی ایران باید ارتقا پیدا کنه و اون هم به نظر من جای تقدیر داره که این صحبت‌ها بشه و تبدیل بشه به مطالبه که بتونیم در آینده حتی در دکترین هسته‌ای ایران تغییر ایجاد کنیم. آقای شکوری شما بفرمایید. خدمت شما عرضم که فقط از اینجا باید به مردم عزیزمون بگوییم که اصلا نترسید، اصلا در این تور تبلیغاتی اینها نیفتید که ما ایران رو میزنیم، اینطور میکنیم، اونطور میکنیم. ایران گسترده است، نیروهای نظامیش آماده هستند، همه تدابیر هم اندیشیده شده، دستورها هم ابلاغ شدند.
انشالله که یک حمایتی انجام میدن، بعد حمله سوم ایران شدیداً ویرانگر خواهد بود. متشکرم. یه سوال کوتاه آیه جنگ را به تهران بکشند، محاصرهشون کردیم، جنگ در تلابی بست، هیچ نگران نباشید. متشکرم. آیه عارف یه پرسش خیلی کوتاه، با توجه به اینکه شما در ایران هستید، آیا در ایران وضعیت از نظر جوی عادیه یا مردم نگران هستند یا شرط خاصی وجود دارد؟ من شرایط رو کاملا عادی میبینم، یعنی هرچند به هر حال به عنوان یک نگرانی مطرح هست، خب چه خواهد شد، ولی اینکه فضای روانی ملتهب بوده باشه نه، فضای روانی ملتهبی نمیبینم. شبیه به اون چیزی که ما در اسرائیل داشتیم نیست که مغازه ها رو ببندن یا مردم نزدیک پناهگاه ها باشن. من بعد از 10 سال اخیرا آمدم دیگه، برخلاف اون تصوری که وجود داشت که تحت تحریم مثلا کمبود هست و اقتصاد لطمه دیده هست و فلان و اینا، نه اتفاقا سوپرمارکت ها خیلی پر هستن، فروشگاه های زنجیره ای شکل گرفته به سبک فروشگاه های زنجیره ای که توی سوپرمارکت هایی که مثلا لیدل و آلدی و اینا که در اروپا داریم، اونجا به نام جامبو، کوروش، هایپر مارکت در واقع، بله هایپر مارکت های خیلی گسترده شکل گرفته، عرض کردم به شکل همون لیدل و آلدی و اینا که در اروپا داریم یا بیم و اینها که در ترکیه داریم و اینها، و فروشگاه ها کاملا پر، اجناس کاملا فراهم، و من احساس می کنم که شرایط روانی جامعه مخدوش بوده باشه، اما از حیث همونطور که عرض کردم پدافند عامل، من میدانم که با توجه به تجربه سالهای اخیر ما ضعفایی داریم و اینجا اون نقطه ایست که احتمالاً دشمن روش حساب بکنه، همزمان با شدت آتش رسانه‌ای، یعنی پدافند استفاده از ضعف ما در حوزه پدافند عامل، یعنی آفند غیر عامل انجام بده، همزمان کار رسانه‌ای رو بخواد در واقع پیش ببرم. متشکرم از شما. متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای پیمان عارف عزیز و همچنین آقای شکوری، مازیار شکوری که در این برنامه حضور پیدا کردید. سپاسگزارم از هر دوی شما و همچنین بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.